سوالی در حوزه دین داشتید بپرسید. هیچ وقت سوالهای خودتون رو سانسور نکنید. هر سوالی، سوالهای حوزه دین، سوالهای حوزه شریعت، سوالهای حوزه دیانت قورت دادنی نیست، پرسیدنی است. نمیگم هر سوالی بپرسید جوابش هم به دست میارید، نه، میگم هیچ سوالی رو قورت ندید، حتما بپرسید، حتما بپرسید. پرسیدن هر سوال دینی و مذهبی چند تا فایده داره. اولا شما یاد میگیرید سوال کنید، انسانهای سائلی میشوید، سوالگر میشویم، پرسشگر میشویم، و خود این روحیه پرسشگری خیلی روحیه بزرگی است، خیلی روحیه خوبی است که من پرسش میکنم، پرسشهای خوب میکنم. این نکته اول، سوالها رو بپرسید. دو، وقتی میپرسید ذهن شما جولان پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. چه پاسخشو به دست بیارید و قانع بشوید، چه پاسخشو به دست بیاورید و قانع نشوید، یا اصلا پاسخشو به دست نیاورید و لاجرم هم قانع نشوید، شما ضرر نمی کنید، سوالمندید. فکر نکنید مثلا فلان روحانی بزرگوار، مثلا مرحوم حاج آقا حسن امامی شهر شما، همه سوالهایی که داشت پاسخ گرفته بود. اصلا این گونه نیست. فکر نکنید مراجع تقلید بزرگوار ما هیچ سوال بی پاسخ ندارند. فراوان، اتفاقا هر کسی عالمتر است، بالاتر است، عظیمتر است، سوالهای او بزرگتر است، پاسخ به سوالهای او هم سختتر است. سوالهاتون رو بپرسید. اولا خوب شما کشکولی از سوالهای خوب داشته باشید. تعبیر کشکول غلط بود. هندسه ای از سوالهای خوب داشته باشید. سوالهای منظم، سوالهای منقح، سوالهای خوب، سوالهای نفیس، سوالهای دقیق. حتی ممکنه شما هرچه دانشمندتر بشید، مطالعه بکنید، سوالهای بهتری هم گیرتون بیاد. ما هرچه قدمون بلندتر شده، فکرمون عظیمتر شده، سوالهای کودکانه ما هم رشد کرده، بزرگتر شده. پاسخ برخی از سوالهامون رو با گذر زمان میگیریم، یعنی خود زمان به من و شما پاسخشو میده. کما اینکه با گذر زمان از کودکی به نوجوانی، به جوانی، به پختگی، به سختگی، به سالوری، ما آرام آرام خود زمان بیان که بخواهیم گویی پاسخی پوشانیده است به کسی میگفت زمانی که مجرد بودم سوالهای زیادی از پدرم در نوع تربیتش داشتم، آرام آرام که بزرگ شدم و ازدواج کردم و پدر شدم، پاسخ خیلی از سوالها رو بی آنکه از پدرم بپرسم گرفتم، چون در عمل قرار گرفتم. نقدهایی به پدرم داشتم، چرا چنین میکنی، چرا چنان نمیکنی، خودم که در معرض کار قرار گرفتم فهمیدم تفلک بابا چک نمیکشید، تفلک مامان چک نمیکشید. خودم فی حد نفسه در قرار گرفتن در موضوع بپرسیم، سوالهای خوب بپرسیم و خوب هم سوال بپرسیم. یک نکته دیگر است، سوالهای خوب بپرسیم و خوب هم سوال بپرسیم. خوب سوال پرسیدن یک قانونه، یه روشه. گاهی اوقات یک کسی یه سوالی میپرسه تا بخواد طرفو خراب کنه، سوال میپرسه تا بگه من برای خودم کسی هستم، سوال میپرسه تا هوچیگری کنه، جمع رو به هم بزنه. نه، هم سوالهای خوب داشته باشم، هم سوال بپرسم تا بدانم. میگن که فلانی میخواست از دنیا بره، یه دانشمند بزرگ، او رو به افراد مختلفی منسوب میکنند. من شنیدم که به مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، به نام محقق طوسی معروفه، این صحبت به ایشان هم منسوبه که دم آخر در بستر احتضار که افتاده بود و لحظات آخر عمر شریفش بود، یکی از دوستان عالمش، همکارش، همراهش کنار او آمد. او در لحظات آخر سؤال علمی مطرح کرد، چه کسی؟ همان کسی که در حال جان دادن است. پرسید. وقتی که اون دوستش رفت، کسی که بر بستر احتضار او نشسته بود به اعتراض، به کنایه گفت که خب حالا شما که داری میری، این سؤال چی بود که مطرح کردی؟ یک جوابی داد که خیلی از امثال من ممکنه متوجه جواب ایشون نشن، کماکان اعتراض اون آقا رو داشته باشن.
ایشون در جواب گفت بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟ برای کسی این حرف درسته، منطقی است، پذیرفته باشه که خودش در دنیای پرسندگی، در دنیای دغدغه، در دنیای چالش، در دنیای گریبانگیری پرسش‌ها زندگی کرده باشه، خودش برای به دست آوردن یک پرسش و یک سوال سالها زحمت کشیده باشه، ماها زحمت کشیده باشه، با یکی دو نفر کار کرده باشه، از یکی دو نفر سوال پرسیده باشه. این نکته مهمی است. پس اولا سوال‌های دینیتون رو هیچ‌وقت سانسور نکنید، بپرسید. ما در دینمون سوال حرام نداریم. در اسلام هیچ وقت سوال حرام نیست. همه سوالا حلاله. سوال دینی منظورم ها. چرا؟ میشه گفت سوال غلط و درست. سوالها رو به غلط و درست تقسیم میکنن. به حلال و حرام تقسیم نمیکنن. ممکنه من یه سوالی بکنم. سوالم هم رواست. میتونی بپرسی. اما اصلا سوالت غلطه. مثل اینکه یک کسی از پیغمبر خدا پرسید خدا میتونه این عالم رو بدونی اینکه بچلونه کوچیک کنه توی تخم مرغی قرار بده بدونی که تخم مرغ رو بزرگ کنه آماس کنه؟ پیغمبر نفرمود این چه سوالیه میکنی؟ حیا نمیکنی؟ نه فرمود بپرس. به او جواب هم داد، اما اصلا سوالش غلطه، اصلا این تصور غلطه. آخر هم فرمود ان ربنا لا یوسف بالعجز ولکن الذی تقولین محال. خدا عاجز نیست، ناتوان نیست، الا کل شیء قدیر، کی اون خدا. اما اصلا سوالت غلطه. ممکنه من یه سوالی رو اصلا غلط بپرسم، سوالم غلط باشه، اما اشکال نداره که بپرسم، بپرسم هیچ اشکال نداره. اما یادتون باشه فقط یه زمان هست که شما جواب همه سوالاتتون رو میگیرید، اون هم کی؟ چه زمانی است؟ تنها تویی جواب تمام سوالها. زمانی که امام عصر علیه السلام تشریف بیارند، اون موقع است که دیگه هیچ سوال بی پاسخی باقی نمیماند. اتفاقا اینقدر سوال بی پاسخ تو این عالم هست، بازم تکرار میکنم، فکر نکنید اونی که عالم دینه همه سوالا جوابشو میدونه. یکی از بهترین جوابها به سوالهای دینی کدوم جوابه؟ نمیدونم جوابشونه. این جواب بسیار خوبه. فکر نکنید کسی که به شما گفت جواب این سوالو نمیدونم خیلی جاهله، خیلی عالمه. جواب این سوالو واقعا من نمیدونم. نه اینکه کم مطالعه کردم که نمیدونم، اگه کم مطالعه کردم میرم مطالعه میکنم، یه ماه دیگه تشریف بیارید بدون جوابشو میدم. نه، اصلا این سوال مهمی که تو داری میپرسی جوابش الان داده نمیشه. باید صبوری کنی. چطور سالهای قبل صبوری کردی؟ از کودکی آقای هزار آمدی بالاتر، قدی قد و قواره تو کلانتر شد و جواب این سوالو گرفتی. یه مدتی صبر کن، جواب این سوالتو میگیری، جواب سوالتو حقیقتن میگیری. یعنی درباره چی حرف میزنیم؟ اون سوال اول که اگر کسی پرسید، دوست عزیزی مطرح کرد که اصلا خدای متعال ما رو آفریده تو این عالم که چی؟ ما رو خلق کرده که چی بشه؟ خب من بلدم جوابهایی به او بدم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما اومدیم تو این عالم عبادت کنیم، آدمای خوبی باشیم، رشد کنیم، پرواز کنیم. اگر قانع هم نشدید از این جور جواب‌ها، از این جور جنس جواب‌ها، نگران نباشید. فکر نکنید این سوال جواب نداره. این سوال رو من جوابشو بلد نیستم، فلانی بلد نیست. از خدای متعال طلب کنید، کمک بگیرید که به شما نورانیتی بده که جواب این سوالات رو بگیرید. اما باز هم میگم هیچگاه سوالات خودتون رو سانسور نکنید، حتما بپرسید. سوال‌های تاریخی، سوال‌های اعتقادی، سوال احکام، سوال فقه، سوال اخلاق، سوال و سوال و سوال و سوال. این روحی بسیار خوبی است، روحی بسیار خوبی است. باز هم میگم فقط امام معصوم میتونه به شما بگه من چی گفتم. گفتم هر سوالی میخواید بپرسید بپرسید، نگفتم هر سوالی بپرسید جوابش رو هم میدانم. بیجا هم میکنم چون این بگویم، چون این حرف رو کسی میزنه که فرهنگ اهل بیت رو نشناسه. فقط امام معصومه که میگه بپرسید هر چی میخواید. ما تا اینجاش با امیرالمومنین میایم جلو. سلونی ما هم میگیم هر چی میخواید بپرسید، اما امیرالمومنین میفرمود هر چی دلت میخواد بپرس، جوابش حاضره. اما بقیه میگن بپرسید، تلاش میکنیم از امیرالمومنین بپرسیم جوابش یعنی چی. خیلیاش هم بلد نیستیم، پیش پیش میگیم دستمون خالیه ها، و این خیلی هنره، این شعوره، این معرفته که دستمون خالیه، نه اینکه سنگ ریزه از کلوخ فکر میکنیم پره. فقط امام معصومه که طرف میرسید خدمت امام صادق میپرسید آقا سوال بکنم؟ بله. چه سوالی بکنم؟ سل اما شئت.
سل اما بدالک، هر چی دوست داری سوال کن. آقا تو چه حوزه‌ای؟ هر جور دوست داری. یه قاعده مهم به شما بگم، در جامعه علمی شما، در حوزه شما، دانشگاه شما، در میان شما دانشمندان خوب دانشمندانی هستند که وقتی از آنها سوالی میکنند فکر میکنند و جواب میدهند، اما انسان معصوم سوالات رو بدون فکر جواب میده. هیچ وقت شما وقتی از امام زمان علیه السلام که تشریف میارند سوال بکنید، امام نمیفرماید آها جوابش میشه این، هرگز تأمل نمی کن. هرگز فکر نمی کنه امام زمان. امیرالمومنین هر سوالی از او میشد بدون فکر جواب میداد. فکر نکردن برای من و شما که انسانیم بد است و فکر کردن و متفکر بودن خوب است، و برای معصوم بده و صفت ناپسنده. چرا؟ چون ما جاهلیم، علممون علم مدرسه ایه، رفتیم پیش یه معلم گفته الف، گفتیم الف، گفته ب، گفتیم ب، گفته تا، یعنی ضرب ضرب و ضرب و ضرب بود. تازه اگه آلزایمر نگیریم و ام اس نگیریم و اس نگیریم و بعد آروم آروم فسیل نشیم و سیقل نشیم، این علم اکتسابیمون پاسخ برخی از سوالها رو میده. خیلی موارد یادمون میره، خیلی موارد فراموش میکنیم، خیلی موارد قاطی میکنیم اینو به اون. اما امام معصوم، موجود معصوم، موجودی نیست که برای پاسخ به سوالات نیازمند به تفکر باشه. وقتی از عیسی ابن مریم سوالی میکردن او فکر نمیکرد و پاسخ میداد. وقتی از امام صادق سوالی میکردن او فکر نمیکرد و پاسخ میداد. چرا؟ چون حجت خدا به وحی متصله. ما انشاءالله به عقل هم متصلیم. حجت الله پاسخها رو به وحی میده، به وحی نورانیته، اما من و شما خیلی تلاش کنیم با عقل و علم پاسخ میدیم، با عقل و علم پاسخ میدیم.